سلام، مجدد عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. ما تو این قسمت میخواییم در واقع این بخش رو بسازیم، این کارت هایی که وقتی روشون هاور میکنیم، اینطوری توی این وبسایت اگه ببینین، وقتی که روشون هاور میکنیم اینا در واقع یک پشتی هم دارن که تو این پشت اینا خودش یه دیزاین دیگه و یه کانتنت دیگر رو داره و وقتی فلیپ میشن. ما امروز میخوایم بریم اینا رو درست کنیم توی این ویدیو و ببینیم که به چه صورت هست. اول همونطور که میبینید سه تا کارت اینجا استفاده شده، پس ما از اون سیستم کالم بندی که درست کردیم میتونیم دوباره استفاده بکنیم و این دیورو در واقع یک کالم یک تا سر رو استفاده بکنیم. اینجا یک سکشن دیگه من مینویسم، سکشن دات سیکشن و اسمشو میذارم پلن کارت، چون که در واقع کارت های پر پلن در واقع سرویسی که اینا برای سیم کارت استفاده میکنن هست دیگه، ارائه میدن نه استفاده میکنن، ببخشید. خب من اینجا این کلیک تسرم میذارم و بعد میریم برای ساختن HTML هر کارت. یه ذره اینجا HTMLش بیشتره، یعنی پیچیده تره، چون که ما یک دیو میخواییم برای روی کارت ها، یک کانتینر دیگه هم میخواییم برای پشت کارت ها. خب پس من اول یه دونه دیو داد پلن داش کارت درست میکنم، این میشه کانتینر دیو پشت و رو، و بعد یک دیو دیگه درست میکنم اسمشو میذارم plan dash cart underline underline front، یعنی این روبرو، و یه دونه دیگه هم برای ویو پشت کارت درست میکنم که میشه back. یه کلاس مشترکم باز به هر دوتاشون میدم به نام plan dash cart underline underline، اسم اینو میذارم view. حالا فعلا اسم خاطرم نیومد، علال حساب اسمشو گذاشتیم view. حالا اینجا element های front رو میذاریم، اینجا هم element هایی که back داره رو میذاریم. بک چیز خاصی نداره، یه دونه در واقع ما الان اینجا پاراگراف لورم داریم با یه باتن، این باتن رو بعدن ما درست میکنیم، الان درست نمیکنیم، یه باتن معمولی جاش میتونیم بذاریم. پس من اینجا یه دونه کانتینر دیگه درست میکنم دیو دات پلن داش کارت آندرلاین آندرلاین بک underline underline content p و یک لورم سی کلمه ای. alt z رو میزنم اینو برای من خطا رو خودش بشکونه، کلاسشو بهش میدیم، میتونیم کلاس هم ندیم چون همین یه دونه p توش استفاده شده، میتونیم هم بدیم، من میذارم ولی براش paragraph و کلاس بعدی برای باتن هست که اینجا به باتن من فعلا هیچ کلاسی نمیدم چون خودش یه دونه کمپوننت میشه، ما بعدن این باتن رو که اینجا داریم میخواییم اینجا استفاده بکنیم، پس این جزء چیز نمیشه، کلاس این سیکشن پلن کارت نمیشه، یه اسم دیگه بهش میده. ولی خب علال حساب اینجا من گذاشتم اسمشو، اسمی براش نمیذارم، فقط علال حساب یک باتن معمولی میذاریم. حالا برای بالا ما چیا داریم؟ یه عکس داریم، بذار من اینسپکت کنم که هر بار روش میریم هاور نشه. خب اینجا ما چیا داریم؟ یه دیو کلی داریم، عکس میدیم بهش، بعدی بهش در واقع هدینگ رو میدیم و بعدی دیتیل خودمون رو میدیم که
دیتیلش هم یه آنوردر لیسته. پس سه تا هم element اینجا ما داریم. اینجا پس یک دیوی داریم. من دیگه اینو فعلا کپی میکنم. پلان کارت فور فرانت کلاس داش داش پیکچر و بعدی تایتل رو داریم. H4 میذارم. من کلاس رو کپی میکنم تا اینجا. تایتل و یه آن اوردر لیست داریم. اینم تب میزنم و کلاس دیتیلز. من اینو الان کپی میکنم از کدای قبلی که نوشتم که دیگه اینا رو ننویسم این لیستو. خب اینا رو کپی کردم. اینجا پیست میکنم. تایتل اولی فکر میکنم 12 ماه هست. 12 months. و الان بریم که ما فقط این کارتامون رو ببینیم به چه صورت شدن. الان میبینید که همه اینا تایتل وار پشت هم افتادن. اجازه بدید که این شکلی درستش بکنیم اول، بعد بریم برای قسمت هاورش که اونجا ما با چند تا پراپرتی جدید CSS آشنا میشیم. خب یه دونه ما اول سیکشن پلن کارت رو داخل هوم می نویسیم یک بار. این پدینگ دهرمیمون رو بهش میدیم. اینجا یو داش ورتیکال پدینگ مدیوم بهش میدم. تکست الین سنتر هم بهش میدم. یو داش سنتر تکست رو بهش میدم و بعد اینجا بکگراند هم بهش بدیم. بکگراند وایت رو یو داش بی کی جی وایت هم بهش میدم. خب ببینم که اینجا کدی میمونه که اصلا بخوایم دیگه بزنیم. خب فعلا اینجا نیازی نیست بنویسیم، بخاطر من اینو پاک میکنم، فعلا نیازش نداره. حالا بریم داخل کمپوننت هامون. ما اسم کارت ها رو گذاشتیم پلن کارت. بریم این کارت ها رو درست کنیم داخل کمپوننت ها. استایل های اولیه شون رو بدیم. .scss فراموش نکنید که ایمپورتش هم بکنید داخل این کمپوننت. خب قبل از اسپسیفیکیشن پلن هامون هست، پس من میرم توی کمپوننت، قبل از اون میارم به ترتیب، سیو میکنیم و میریم داخل پلن کارت. خب اینجا بنویسیم پلن کارت و بعد پلان کارت فرانت، پلان کارت ویو، من انتخاب میکنم اند داش داش ویو. به این ویو من یه هایت 50 رمی میدم فقط برای آزمایش. فقط این بکو الان به نظر من یا پاکش کنین یا کامنتش کنید. من الان اینو کامنت کردم. خب برمیگردیم اینجا، اینو 50 رم میدم. ببینم الان چه شکلی شده. خب 50 رم یه بک‌گراندم بهش میدم. بک‌گراند کالر رد. خب نگرفته. بلانک کارت داش داش ویو آندرلاین آندرلاین ویو. بلانک کارت دات سی اس اس رو آوردیم اینجا. نه چرا آوردیمش. خب بک گراوند کالر یه بار
من اینو ببندم دوباره باز کنم، شاید درست شد. خب ران شد، من یه سیو میکنم. خب گرفت. این از این. فونت سایز رو فعلا من همینجا بزرگ میکنم. فونت سایز مثلا 4 رم. خیلی شد. 2 رم. و حالا بریم یه روتیشن به این بدیم. من میخوام وقتی که این کل این دیوو هاور میکنم این بچرخه. خب میام یه هاور می نویسم and 2 نقطه هاور ترانسفورم روتیت. وقتی که هاور میکنم ببینید تو اینجا چقدر میچرخه، یه نیم دایره میچرخه دیگه، 360 درجه نیست، میشه 180 درجه. یه دایره کامل 360 درجه است. ما روتیشنمون مقدار دیش تا 360 درجه هست، اما اینجا ما میخواییم 180 درجه که نصف دایره میشه بچرخه. یه ترانزیشن هم بهش میدم، ترانزیشن آل مثلا 2 ثانیه و ایز این اوت. خب این اینجوری میچرخه. من محورش رو باید روتیت وای بهش بدم. خب الان میبینید که میچرخه، درسته؟ و عکس این در واقع نوشته هامون برعکس شد، این نقطه ها اومد این بر. اما اینجا ببینید فرقشو، انگار کارت داره به سمت ما میاد، لبش رو قشنگ میتونیم بفهمیم که داره میچرخه، اما این نه، انگار هایت و ویدثش صفر میشه بعد باز میشه. برای این کار که بتونیم یه همچین نمایی بهش بدیم ما باید از پرسپکتیو استفاده کنیم. پرسپکتیو، و اگه من اینجا بهش یه پرسپکتیو 150 رمی بدم و با پریفیکسر موزیلا بهش بدم پرسپکتیو 150 رم، برای اینکه موزیلا ساپورت کنه، حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. میبینین؟ خیلی فرق کرد. الان دقیقا مثل این شد. حالا کاری که باید بکنیم، بذارید اصلا نشون بدم برچی من پرسپکتیو بالا دادم. اینا تجربی هست، تو تجربه شما پیدا میکنین این عدد و ارقام رو. خب من اگه این 15 رمی بهش بدم، یه پرسپکتیو 15 رمی، اینم پاک کنم اصلا کلن، بذارید بکنمش پرسپکتیو 15 پیکسل. می‌بینید دوباره اون خاصیت خوش رو تقریبا از دست داد، اما با پرسپکتیو 150 خیلی بهتر داره کار میکنه. اینجا من چون این استایل داره پرسپکتیوش رو کم میکنم براتون بهتر مشخص بشه. خب کارت پرسپکتیو 15 رم. خب نگاه کنید چجوری میشه. اصلا اینجا رو میبینین تا کل سفر رو میاد دربر میگیره، و اگه خیلی هم باز بیشتر بهش بدین اصلا انگار نه انگار که پرسپکتیوی داشته. خب من الان این دوباره اینسپکت میکنم، یه پرسپکتیو بالاتر بهش میدم، 1500 رم. بیا برگشت همون اولی، هیچ فرقی نداره، ولی خب الان ریلود میکنم کلن از لایف سرورمون رفت. حالا اب نداره، دیدین که به چه صورتی هست. خب این پرسپکتیو الان کارش همینه، میاد این کار میکنه. من الان بکم میارم و یه چیز دیگه، برای اینکه میخوام هاور رو بدم، من میخوام وقتی که هاور میکنم
این دیور پلنکارته به چرخه. خب من میخوام این فرانتمون به چرخه. ما یه فرانت داریم یه دونه بک دیگه، میخوام در واقع پلنکارت ویو به چرخه. خب پس از اونجایی که این پلنکارت ویو میخوام روتیت بشه، نه خود پلنکار، میام این روتیشن رو به این ویو میدم. خب اینجا ویو، من میخوام وقتی که روی پلنکارت هاور میکنم ویوم به چرخه. پس میام مینویسم هاور و بعد دوباره اند ویو و ترانسفورم ترانسلیت رو اینجا بهش میدم. خب حالا سیف کنیم ببینیم که چجوری شد. خب ویو ترانسفورم ترانسلیت. خب اینجا این ترانزیشن آلو، خب من الان باید به این بدم. الان میبینید که بهتر شد. حالا بک هم میاریم. این پریفیکسر رو اجازه بدید من درست کنم. پلان کارت باید اینطوری باشه، ویو داش داش فرانت، و برای بعدی هم ویو خب این فرانت رو نوشتم. الان پلنکار بک هم نوشتم. اینو اینجوری بنویسیم بهتره. خب اینا رو هم باید پس عوض کنیم دیگه. پلنکار ویو میشن همشون اینطوری. اینو من کپی میکنم. ویو فرانت اندرلاین اندرلاین پیکچر پلنکارت فرانت اندرلاین اندرلاین تایتل و اندرلاین اندرلاین دیتیلز. همچنین برای بک که یک کانتنت داریم و حالا برای پاراگراف اندرلاین اندرلاین پاراگراف. خب اینم از این اینا درست شد. حالا برمیگردیم توی ویو و می نویسم and dash dash front و and dash dash back. خب اینم از پریفیکسرامون. حالا فرق فرانت و بک چیه؟ فرق فرانت و بک اینه که وقتی که این حالت روتیت صفره، بک از قبل 180 درجهشو چرخیده. خب پس این همینجوری باید تو حالت اولی 180 درجهشو چرخیده باشه، در صورتی که این 180 درجهش صفره. پس فرق بک با فرانت اینه که این خودش الان ترانسفورم روتیت 180 رو گرفته اما این نگرفته. پس وقتی من میخوام روی پلنکارت هاور کنم، ویو و فرانکارت هم 180 درجه به چرخه. خب من الان اینو سیف کنم، بیایم اینجا و بک گران کالر رو من به فرانت میدم 50، به بک میدم، ببخشید بک گران کالر رو میدم رد، به اینم میدم یلو که مشخص شه. خب پس من الان میخوام فرانتم فقط بچرخه. اینجا این اند رو باید بچسبونیم به این. الان درست شد. خب الان میبینید که فقط این میچرخه و وقتی هم که روی کارت هاور میکنم این باید منفی 180 درجه بچرخه.
پس یه دونه دیگه هم می نویسیم، این بار برای back و back منفی 180 درجه برگرد سر جاش. ببینم اینجا back هست. خب الان می بینید که دو بار می چرخه. اصلا این باید بشه صفر. فکر کنم صفر درسته. خب بکمون الان میبینید که اینجا روتیت نشده، وقتی در واقع 180 درجه از قبل نچرخیده. من میام اینجا بذارید اول این کانتنت رو کلا پاک کنیم، هیچی نباشه داخلش، فقط یک بک بنویسید ببینیم الان چجوری شد. خب الان چرخید، میبینین الان میچرخه، این روتیت میشه، اینم اینوری میشه، پس الان داره درست کار میکنه. میتونیم یه ذره سرعت اینم تغییر بدیم، بکنمش 8 ثانیه. الان میبینین این داره انجام میشه، این برعکس میشه، این برمیگرده به 0 درجه. خب حالا وقتشه که ما این دوتا کارتو بندازیم رو هم، و برای همین کار به راحتی از پوزیشن ابسولوت استفاده میکنم. تاپ 0 لفت 0. از اونجا که دارم پوزیشن ابسولوت میدم، من یه هایت 50 تایی هم باید به این بدم که پرسپکتیومون روی این بمونه، چون اگه یادتون باشه ما وقتی پوزیشن ابسولوت میدیم دیگه پرنتمون هایتش صفر میشه، من اینکه خودمون هایتو به صورت دستی بهش بدیم. خب الان پوزیشن و پوزیشن ریلیتیو هم دادم، چون اینجا من پوزیشن ابسولوت استفاده کردم. خب الان میبینید این دوتا چجور رو هم دیگه افتادن. یه ویدس 100% هم بذارید بهش بدم، ویت 100%. خب الان میبینید چه اتفاقی داره میفته، این زرد همش روح هست. اگر ما اینجا از بک فیس ویزیبیلیتی استفاده کنیم و اینو هیدن بکنم، الان میبینید که کار میکنه. خب حالا بیاین این بک‌گراند کالر رو هم به اینا بدیم. قبل از اون باید توی وریبلامون ادشون کنیم. من از قبل این رنگا رو درآوردم و کپی کردم. من فقط میام اینجا توی وریبل کالر رو اینجا کپی میکنم، شما پاز کنید و اینا رو کپی کنید. خب بعد از اینکه کپی کردین سیف کنید و بیاین اینجا. اینجا برای اینکه ما به هر کارتی، اینجا رو ببینید، هر کارتی یه رنگ مشخصی داره، برای اینکه هر کدوم از اینا یک رنگ مشخص بگیرن ما مجبوریم دوباره بهشون یه پریفیکسر دیگه بدیم. پس من اینجا اینو میزنم back-1. خب حالا کل این پلان کارت رو من اینجا کپی میکنم، اینجا پیست میکنم، اینجا هم دوباره پیست میکنم. این میشه 3 آخریه، وسطی هم که میشه 2. سیو میکنیم، میریم توی کارت هامون، اینجا توی بگ من اند 1 میزنم، اند داش 1، و اینو دوباره دیگه هم کپی میکنم، این میشه 2، این میشه 3. حالا background color background image linear gradient، و بعد linear gradient ما از بالا از اینجا شروع شده و به پایین شروع شده. میتونیم بنویسیم to bottom right که از بالا شروع بشه و به سمت راست پایین تموم بشه، یا اینکه میتونید شما بهش درجه بدید، مثلا 120 درجه، 90 درجه. میتونید امتحان کنید ببینید کدوم درجه ها رو میگیره. اولی بنفش هست، پس میشه کالر بنفشمون اینجا
کالر پرپل دارک، بعدیش هم که لایت. کالر پرپل دارک و لایت. سیو میکنم ببینم که گرفت. خب الان ببینید که برعکس شد، تو تاپ رایت باید بهش بدم، تو تاپ رایت. خب الان درست شد. اگه تو تاپ لفت کنم الان بهتر شد. تو تاپ لفت. خب من همینو برای که دوباره ننویسم اینجا و اینجا هم کپی میکنم، رنگا رو میام بهش میدم. گرین دارک برای آخریه، این میشه گرین دارک، اینجا میشه گرین، وسط میشه اورنج اگر اشتباه نکنم، آره اورنج، آخرش ای داره، اینم اورنج. خب سیو میکنیم. این بنفش، این اورنج و این هم سبز. 1 و 2 و 3. خیلی خوب، اینم از این. خب اینجا ببینید که اینا بورد ریدیس و شادو هم دارن، رنگاشون هم که خب سفیده. بریم دیگه بک‌گراند اینو پاک کنیم، به خود کارت یه بورد ریدیس بدیم، فکر کنم 20 پیکسل خوبه، و شادو هم بهش بدیم. مالا سیف کنم ببینم چی شد. اوکیه، باکس شادو میداریم و ببینم بالا چه شادویی دادیم. بالا شادو به اون صورت ما استفاده نکردیم. خب اینجا یک شادو بهش بدیم ببینم که شادو خود اینا چیه. خود اینا رو شادو 0.1 3 2 با رنگ مشکی 0.3 اپاسیتی دادم. 0.1 3 2، 0 پیکسل، 1.5 پیکسل، 3 پیکسل، 2 پیکسل. RGBA هست. اینجا اینو پاک میکنم میشه 0.32 و اینم که خب کالرمونه، پرانتز پاک کردم اشتباهی، کالر بلک. سیف کنیم ببینیم که خب الان خیلی خوب شد. فقط بوردر ریدیسش اینجا کمتره. ببینیم که بوردر ریدیس اینجا من چند دادم. 0.7 رم دادم. 0.7 پیکسل. اینو میتونیم بکنیم 0.7 رم یا 0.7 پیکسل. خب خیلی هم عالی شد. تا اینجای کار من فکر میکنم دیگه کافی باشه. به اندازه کافی هم ویدیو طولانی شد. یه مقدار شما خودتونم کار بکنین. سعی کنید که یه ذره سر و کله بزنید، کدا رو جابجا بکنید، ببینید چه اتفاقی میفته. با بک فیس فیزیبیلیتی یک مقدار خودتون رو بیشتر آشنا بکنین. بعد تو ویدیو بعدی این کانتنت هر کدوم از سایت ها رو درست میکنیم. اگه میتونید خودتون این کارو بکنید بعد از اینکه من درست کردم، کدتون رو با کد من مقایسه بکنید ببینید چقدر فرق داره و اگه نیاز بود تغییرات خودتون رو اعمال بکنید. اگرم که نه، خب خیلی عالیه، معلومه که شما به درجه خوبی از CSS رسیدین و امیدوارم که موفق باشید.